با درود و شب شما بخیر. به خبرهای ساعت 10 طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. خواست حامد کرزی از آمریکا برای بازنگری سیاستهایش در افغانستان. حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از واشنگتن میخواهد تا سیاستهایش را در برابر افغانستان بازنگری کند. We have not gained at all. باز حضور پایگاه های امریکا در افغانستان و یا امضای پیمان امنیتی دو جانبه هیچ چیز به دست نیامده. واکنش به اتهام ها درباره 5 میلیون ثبت نام کننده خیالی. تا پایان ماه آینده شماره ثبت نام کنندگان تقلبی روشن خواهد شد. رکوردهایی را داریم که معلومات ناقص دارند، رکوردهایی را داریم که معلومات تذکریش ناقص است. بازسازی کتابخانه عامه کابل. کتابخانه عامه کابل پس از 52 سال فعالیت اکنون بازسازی می شود. از حد یک دانشجو اونچه که نیاز است اینجا وجود داره کتابا. و برگشت زندگی نسبتاً عادی در برخی از شهرهای سوریه پس از روند سال در این کشور. من صدف امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور غنی بدین باور است که کابل از بحر تامین صلح در کشور به یک اجماع ملی و منطقه‌ای دست یافته است. به گفته رئیس جمهور غنی پیش از این شهروندان کشور برای رسیدن به ثبات در کشور به یاری دیگران چشم داشتند، اما اکنون در این راستا از راهکارها و توانایی‌های خودشان بهره می‌گیرند. در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از واشنگتن می‌خواهد تا سیاست‌هایش را در برابر افغانستان بازنگری کند و اطمینان دهد که حضور نیروهای آمریکایی به تأمین صلح در کشور می‌انجامد. به دنبال پخش گزارش ها درباره احتمال تغییر راهبرد جنگی واشنگتن در افغانستان و تلاش های این کشور برای گفتگوی رو در رو با طالبان، تا اکنون حکومت هیچ واکنش رسمی نداشته است. اما رئیس جمهور غنی در حاشیه یک نشست در هرگ از دست یافتن کابل به یک اجماع ملی و منطقه‌ای از بر تامین سال در کشور سخن میگوید. خو افغانانو لنورو گوختل چه دویت سول راونی. خو مگنند سول لپاره خپل تگلاره، خپل اراده، خپل پلان او خپل ملی ابتکار لرو. ریاست اجرایی نیز به گونه با این دیدگاه ارک موافق است. این روند را افغان ها مدیریت میکنه، رهبری میکنه. همکاران بین‌المللی ما، کشورهای منطقه و جهان و همسایگان افغانستان در این راستا به عنوان همکار و تسهیل کننده نقش خود می داشته باشند. در چنین اوضاعی حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در سفر به چین به یک تلویزیون آن کشور می گوید که واشنگتن سیاستهایش را در برابر افغانستان باید بازنگری کند. We have not gained at all. باز حضور پایگاه های امریکا در افغانستان و یا امضای پیمان امنیتی دو جانبه هیچ چیز به دست نیاورده. باز همین رو از ایالات متحده می خواهیم که سیاستش را در برابر افغانستان بازنگری کند. باید مینان دهد که حضور نیروهای امریکایی در افغانستان به سود افغانستان است و به افغانستان سال می آورد. نیویورک تایمز به روز دوشنبه گزارش داد که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در جستجوی راه مستقیم گفتگو با طالبان برآمده است، چیزی که واکنش‌های بسیاری را به همراه داشته است. با مذاکره نیاز نیست، صرف یک تضمین بین المللی به کار است که کشت و کشتار نشود، حکومت افغانستان رسما به طالبان تسلیم کنند، از بیشتر عجز و ناتوانی را اظهار نکنند. در گزارش نیویورک تایمز گفته شده بود که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دیپلمات‌های بلندپایه آمریکایی دستور داده است تا برای آغاز گفتگوهای مستقیم با طالبان کار کنند. مقام‌های افغان و آمریکایی این خبر را برای نیویورک تایمز تایید کردند. ریاست اجرایی درباره استفاده سیاسی از کماندوها واکنش نشان می‌دهد و می‌گوید که از این نیروها نباید بهره برداری سیاسی شود. معاون سخنگوی ریاست اجرایی هر چند به گونه مشخص از کس نام نمی‌برد، اما می‌گوید که استفاده سیاسی از کماندوها و دیگر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خلاف روحیه ملی این نیروها است، اما وزارت دفاع ملی بهره برداری‌های سیاسی را از کماندوها رد می‌کند و می‌گوید که در بازداشت نظام‌الدین قیصر
انصاری و افرادش کماندوها دخیل نبودند. ریاست اجراییه برای نخستین بار درباره رویداد فاریاب سخن میگوید. هر گونه استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی در راستای منافع شخصی و سیاسی طبعا میتونه عاقبت بسیار خطرناک داشته باشه و سوی دیگری در تضاد با قوانین نافذه کشور قرار داره. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز درباره این رویداد واکنش نشان میدهد. هر کسی که متهم است به بدرفتاری در هر لیولی که باشه باید مورد پاسخگویی قرار داده شود. فکر میکنید که این رویداد مستندسازی خواهد شده است؟ بله، بله. ما در صدد ازی هستیم که ما افرادی که در ویدیو و در عکس ها معلوم میشه هر کدام میشه فرد فردش شناسایی بکنیم. پیش از این هواداران نظام الدین قیصاری گفتند که حکومت با بهره برداری از کماندوها آقای قیصاری را همراه با افرادش بازداشت کردند و به کابل انتقال دادند. اینا باید ملی باشه و منافع مملکت ها و منافع کشور خود مد نظر بگیره، نه منافع حکومت ها را و منافع سیاسیون. اما وزارت دفاع ملی بهره برداری سیاسی را از نیروهای کماندوها نمیپذیرد. میخواست دستگیر شود، این را فقط کماندوها در او حادثه به ارتباط او افرادی که ویدیو از او ترتیب شده و عکس های گرفته شده قطعا اشتراک نداشتم و در دستگیری از این هم شورای نظامی ولایت فاریاب دستور داده. این نیروها در واقع اصلی ترین عامل بودند که بخشای از کشور را از خطر سقوط نجات دادند. اما مخالفان سیاسی حکومت میگویند که حکومت این نیروها را از میدانهای نبرد فرا میخواند و در برابر مخالفان سیاسیش کار میگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به اتهام‌ها درباره 5 میلیون ثبت نام کننده خیالی یا تقلبی میگوید که تا پایان ماه آینده شمار ثبت نام کنندگان تقلبی روشن خواهد شد. مسئول بخش فناوری این کمیسیون میگوید که تا اکنون اطلاعات درباره در حدود 700 هزار تن در بانک اطلاعاتی ثبت شدند و این روند تا چند هفته آینده به پایان خواهد رسید. بیش از 500 تن برای ثبت اطلاعات ثبت نام شدگان در اینجا سرگرم کار هستند. مسئول بخش فناوری کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پس از ثبت تمامی اطلاعات در بانک اطلاعاتی شمار ثبت نام شدگان واقعی از ثبت نام شدگان خیالی یا تقلبی جدا خواهند شد. کسایی را که تا حال روش مواجه شدیم ای هستند که معلومات را داریم که رکوردهایی را داریم که معلومات ناقص دارند، رکوردهایی را داریم که معلومات تذکریش ناقص است و کسایی بودند که زیر سن است. بر بنیاد آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات تا کنون نزدیک به 9 میلیون تن برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند، اما احزاب سیاسی بیش از 5 میلیون از این ارقام را تقلبی می دانند. مکانیزمی است، چارچوکاتی است که جعلی را تکراری را همین سیستم ما میکشه و بهترین کارش باز تکرار میکنیم. هر لیستی که ما پیش از اینکه انتخابات شود به 28 میزان قبل از او به مراکز میفرستیم و این در مراکز همین لیست ها نصب میشه. اونجا مردم میبینه که واقعا همین مردم ها در همین منطقه هست نیست. سیستمی که در اینجا کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت اطلاعات ثبت نام شونده ها کار میگیره یک سیستمی است که در اینجا فهمیده میشه چقدر کتاب ها تقلبی هستند و چقدر اطلاعات ثبت نام شونده ها به گونه تقلبی بودن. اگر این سیستم درست کار بکنه و اگر کمیسیون ارزیابی درست از این بخش داشته باشه، ثبت نام شونده ای را که احزاب ادعا میکنن تقلبی هستند جدا خواهد شد. نهادهای ناظر بر روند انتخابات به کارگیری از فناوری را در ثبت نام ها خوشبین هستند، اما از پخش اطلاعات نادرست ابراز نگرانی میکنند. ډیر په پرمختللی سیستم د ووټر لیست لپاره جوړ شوی ده، ولی متاسفانه په دغه سیستم دپاره متحد کسان او د کمیسیون اراده موجود نده. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 6801 نامزد به فهرست نخستین شوراهای ولسوالی های کشور راه یافتند.
کمیته مسئولیت خبرنگاران حکومت را با کوتاهی در اطلاع دهی متهم می سازد و می گوید که طالبان از حکومت بیشتر اطلاع دهی می کنند. در گزارش 6 ماهه این کمیته ادامه چالش در برابر دسترسی به اطلاعات از علتهای افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران آمده است. کمیته مسئولیت خبرنگاران گزارش 6 ماه نخست امسال را درباره وضعیت خبرنگاران همگانی می کند. رئیس این کمیته از چالش ها در برابر دسترسی به اطلاعات سخن می زند و از حکومت انتقاد می کند که اطلاعات را در اختیار مردم و رسانه ها قرار نمی دهد. وقتی که می بینیم که گروه های توریستی در جنگ فعلی چقدر تلاش می کنند به اینکه اطلاع در اختیار خبرنگاران قرار بدهند، دلیلی که اونا اهمیت جنگ تبلیغاتی رو میفهمند و وقتی که باز میبینیم که حکومت با وصف اصرار خیلی جدی خبرنگارا و با وصف تلاش خیلی جدی حداقل اطلاعات شا خیلی ساده و بسیط در اختیار خبرنگارا قرار نمیده، واقعا جای تاسف است. ریاست جمهوری درباره اتهام‌های این کمیته چیزی نمی‌گوید. بر بنیاد این گزارش در 6 ماه گذشته 89 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران ثبت شدند که از این میان 37 رویداد آن از سوی گروه‌های طالبان و داعش انجام شدند و 36 رویداد دیگر آن از سوی حکومت و نیروهای امنیتی انجام شدند. 11 رویداد قتل خبرنگاران در این مدت بی پیشینه و گونه عمدی و هدفمندانه گفته می‌شود. 6 موردش مربوط خانم‌ها میشه. خانم‌های خبرنگار دو داخل بوده که یکیش متاسفانه کشته شده بود. خبرنگاران میگویند که بررسی نشدن پرونده های خشونت در برابر خبرنگاران سبب شدند که رویدادهای خشونت آمیز بیشتر شوند. بیشترین چیز را که ما در این حکومت متاسفانه دیدیم او حرف بوده اما عمل نه. ما به عنوان خبرنگار تا هنوز هیچ پرونده ای را شاهد نبودیم که او از سوی حکومت بررسی شده باشه و دوباره در اختیار رسانه‌ها و خبرنگارها قرار گرفته شده باشه. به روز 10 ماه ثور هجری خورشیدی 9 خبرنگار در یک رویداد از سوی یک حمله کننده گروه داعش آماج حمله قرار گرفتند و جان باختند. کتابخانه عامه کابل پس از 52 سال فعالیت اکنون بازسازی می شود. رئیس کتابخانه عامه کابل می گوید که نبود توجه به این کتابخانه در دهه های گذشته سبب شده بود که ساختمان و منابع آن در حال نابودی قرار بگیرند. اکنون این کتابخانه با هزینه 5.5 میلیون افغانی بازسازی می شود. 6 ماه پیش کتابخانه آمد چنین نبود. اکنون با چراغ‌های سرد، دیوارهای چوبی و پنجره‌های تازه روشن‌تر به نظر می‌رسد. این پنجره‌ها سبب شدند که برخلاف پنجره‌های چوبی نمی‌گذارد صدا از بیرون به داخل بیایند. خیلی از کتابایی که جدیداً در بازار کتاب افغانستان پیدا میشه یا چاپ شده ما متأسفانه در اختیار نداریم و خوشبختانه سال گذشته ما تانستیم بعد از 13-14 سال، البته چیزی در حدود 8.5 هزار جلد کتاب با مبلغ مجموعی 2.4 میلیون افغانی خریداری بکنیم. تالار کتابخانه اجتماعی کتابخانه عامه کابل یک از مکانهای پر رفت آمد برای دانشجویان دوره ماستری و لیسانس است. هرچند کسانی همچون حمیدالله سلطانی نیز هستند که بی دست یافتن به منابع دست خالی از این کتابخانه می روند. کتابایی که من می خواستم اصلا وجود نداشت داخل الماری. 32 هزار جلد کتاب تنها در بخش اجتماعی در کتابخانه عامه است. کتابخانه عامه نیازمندی های مراجعین را چه در سطح پایین باشه، محققین باشه، پژوهشگرا باشه، محصلین در عرصه تزیس های مستری هستند، 95% مشکلاشان در صورت مراجعه حل میتونه. کتابخانه عامه 8 بخش دارد. یک سال پیش کتابخانه ویژه‌ای را با 6000 عنوان کتاب برای کودکان ایجاد کرده است. در بخش مجلات این کتابخانه حتی نخستین نشریه ها وجود دارند و هزاران مجموعه از مجله ها و روزنامه ها در این بخش موجود هستند. در مجموع کتابخانه عامه 150000 جلد کتاب دارد و این کتاب ها اندک گفته می شوند. مدت یک ماه به این طرف دیگه آشنایی پیدا کردیم، بجه میاییم
در سطح یک دانشجو اونچه که نیاز است اینجا وجود داره. کتاب‌های خیلی ها قدیمی هم است، کتاب‌های عصری هم است، ولی خوب است بازم کتابخانه نیازمند برای است که یک سر کتاب‌های تازه که به چاپ میرسد در اینجا در دسترس کتابخانه ما قرار بدن. کتابخانه آمد در سال 1345 هجری خورشیدی با کتاب‌های چاپ مطبوعات وقت و معارف همان زمان با شعار کتاب برای همه گشایش یافت و تا کنون این کتابخانه توسعه نیافته است. تا لحظات دیگر بازداشت یک شهروند افغانستان در دهلی نو به اتهام تلاش برای انجام یک حمله انتحاری. ادامه خبرها. رسانه های هندی گزارش دادهاند که یک شهروند افغانستان که میخواست در دهلی نو حمله انتحاری انجام دهد را بازداشت کرده و به افغانستان انتقال دادند. بر بنیاد این گزارش ها این مرد عضو گروه داعش است و اکنون در یکی از اردوگاه های امریکاییان در افغانستان زیر بازپرس قرار دارد. وزارت دفاع تایید میکند که این فرد به افغانستان آورده شده است اما جزئیات بیشتر نمیدهد. افراد مسلح ناشناس روز گذشته یک تن را در پل چرخی کابل کشتند و دو تن دیگر را زخمی ساختند. پدر این جانباخته میگوید که پسرش هنگام آماج گلوله های افراد مسلح غیر مسئول قرار گرفت که در برابر کاروان این افراد مسلح غیر مسئول که از جاده میگذشت بی‌اعتنایی کرد و موترش را از این کاروان کنار نکشید. اعضای خانواده صدام جانباخته از حکومت عدالت میخواهد. پیکر جوان را زیر خاک می گذارند که در جاده پل چرخی با کاروان افراد مسلح غیر مسئول راه باز نکرد و آماج گلوله های این افراد قرار گرفت. ما ورور در پل چرخی دخوانه را روانو در نمالوم و وصلوالو دخوانه در پل چرخی در زن قیمت بلتا نرسیده ولگیده ولی ولگیده در نور زخمیانم در منگشته دی ایلت داو چې په د سبب ولګید چې غوی د مونږ نه غوښتل چې د بغل نه موزي مونږ ته مخې ته لاره بنده وه مونږ په هغه وخت کې ونه شوه کوله چې دوی ته لاره ورکو. دو عضو دیگر این خانواده در این رویداد زخمی هم شدند. اعضای این خانواده از حکومت عدالت میخواهند. مونږ دا هیله لرو د حکومت نه چې د مونږ مدیان گرفتار شي او د دې سره قانون وچلاو شي. این خانواده حکومت را در گشت و گذار افراد مسلح غیر مسئول در پایتخت با کوتاهی متهم می سازد. طول غضب که چپاولگر دی زورواکی دی او دغه دغه زره زغه گیگه مرده نخواه تا علاقه حکومت پا واکم نده. دوی خپل حکومت ده، حکومت نمایوسه ده یا نمایشتی حکومت ده، دوی ایست اقدام نکهی. آماج قرار گرفتن باشندگان کابل از سوی افراد مسلح غیر مسئول موضوع تازه ای نیست. پیش از این نیز چنین رویدادهای بارها و در بخش‌های گوناگون پایتخت اتفاق افتادند. تا لحظات دیگر برگزاری نشست ژنو تا 4 ماه آینده. به ادامه خبرها خوش آمدید. حکومت در آینده هم قادر به جلوگیری از حیف و میل درآمدها از محصول خدمات مخابراتی نخواهد بود. شمار از نمایندگان مردم با در نظر داشت نبود ظرفیت در وزارت مخابرات و مشکلات کنونی در روند گردآوری محصولات خدمات مخابراتی میگویند که اگر حکومت سیستم نظارتی را در این بخش ایجاد نکند باز هم قادر به جلوگیری از حیف و میل درآمدها در این بخش نخواهد بود. آنان میگویند که شرکت‌های مخابراتی اکنون نسبت به حکومت مهارت بیشتر در این بخش دارند، اما وزارت مخابرات میگوید که با نصب این سیستم از درآمدهای ملی حفاظت خواهند شد. قرار است تا چند ماه دیگر نشست ژنو به هدف پیگیری تعهدات حکومت افغانستان و جامعه جهانی در نشست بروکسل برگزار شود. رئیس جمهور غنی میگوید که در این نشست حکومت افغانستان برنامه‌هایش را برای رسیدن به خودبسندگی در بخش‌های گوناگون و ایجاد یک اقتصاد توانمند کشور به جامعه جهانی ارائه خواهد کرد.
در این حال سرپرست وزارت مالیه میگوید که درآمدهای ملی کشور رو به افزایش است، اما باید از این درآمدها در توسعه سرمایه گذاری ها کمک بر رشد اقتصادی و زمینه کار استفاده شود. 21مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام کمک ها به هدف بحث روی آمادگی ها برای نشست ژنو راه اندازی شد. در این نشست رئیس جمهور غنی با اشاره به دستاورد های حکومت وحدت ملی در پیشرفت ها برای رسیدن به صلح و مبارزه با فساد اداری تاکید دارد. می خواهم به شما اطمینان دهم که در نشست ژنو ما درباره راه به سوی خود بسندگی حرف های تازه خواهیم داشت. درباره این که افغانستان چگونه خواهد توانست که نه تنها مکلفیت های خود را عملی کند، بلکه یک اقتصاد توانمند با درآمد های مناسب ملی داشته باشد. در همین حال نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید که انتظار می رود در نشست ژنو جامعه جهانی یک بار دیگر پشتیبانی قوی اش را از افغانستان اعلام کند. نشست ژنو برای ما فرصت ویژه می دهد که ما مرور داشته باشیم بر کارهایمان، پیشرفت های خود را ارزیابی کنیم، چالش ها را بپذیریم و برای سالهای متباقی دهه تحول برنامه ریزی کنیم. وجوه عامه تنها برای هزینه ها استفاده نشود، بلکه در ضمن باید سرمایه گذاری های مناسب را آورده بتواند، برشت اقتصاد کمک کند و کار ایجاد کند. در 21مین نشست برد مشترک نظارت و انسجام، سرپرست وزارت مالیه با ارائه گزارش از دستاوردهای حکومت افغانستان در عملی سازی اولویت‌های چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان میگوید که با وجود پیشرفت‌ها افغانستان هنوز هم با چالش‌های روبروست. از سوی هم عبدالله رئیس اجرای کشور در نتیجه گیری این نشست میگوید که در نشست ژنو روی پیشرفت کار پروژه‌های منطقه‌ای برای افغانستان نیز گفتگو خواهد شد. تا لحظات دیگر، آغاز روند صلح در سوریه. برخی از شهرهای سوریه که گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و شورشیان ضد حکومت بودند، اکنون به مکانه برای زندگی مشترک نیروهای دو طرف مبدل شدند. با آغاز روند صلح در سوریه و تسلیم شدن شمار از گروه‌های ضد دولتی، زندگی عادی در این شهرها آغاز شده است و باشندگان آنها امیدوارند که بازسازی هم به زودی آغاز شود. یکی از شهرها تلبیسه در بخشای مرکزی سوریه است که زمان یکی از نقاط اصلی درگیری ها میان نیروهای سوری و مخالفانشان. بال هم بیننده چند خبر دیگر از جهان باشید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که برای خلع سلاح‌سازی کره شمالی هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد. این در حالی است که او پیش از این گفته بود که روند غیر هسته‌ای شدن کره شمالی باید با شتاب انجام شود. مسئولان یک باغ وحش در ولایت لیونینگ چین به حیوانات این باغ وحش میوه و سبزی‌های تازه می‌خورانند. با گفته مسئولان این باغ وحش، هدف از این کار فراهمسازی خدمات بر بنیاد نیازهای این حیوانات و نگهداری از آنان در برابر گرمای هواست. هوای گرم و خشک تلاش‌های آتشنشانان را برای خاموش‌سازی آتش‌سوزی در ایالت کالیفرنیای ایالات متحده آمریکا ناکام ساخته است. تا کنون یک آتشنشان تومه این آتش‌سوزی‌ها شده است و شماری از گردشگران نیز مجبور شدند که سفرهایشان را به این منطقه نیمه رها کنند. 1400 آتش نشان می کشند که این آتش سوزی ها را خاموش بسازند. از همراهیتان به خبرهای این ساعت سپاسگزارم. وقت بخیر، خدا نگهدار. و اما در طلوع نیوز نگاه دوباره داریم به سر خط خبرها. خواست حامد کرزی از آمریکا برای بازنگری سیاست‌هایش در افغانستان. حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور از واشنگتن می‌خواهد تا سیاست‌هایش را در برابر افغانستان بازنگری کند.
واکنش به اتهام ها درباره 5 میلیون ثبت نام کننده خیالی تا پایان ماه آینده شماره ثبت نام کنندگان تقلبی روشن خواهد شد. بازسازی کتابخانه عامه کابل. کتابخانه عامه کابل پس از 52 سال فعالیت اکنون بازسازی می شود. و برگشت زندگی نسبتاً عادی در برخی از شهرهای سوریه پس از روند صلح در این کشور. سطح آب‌های زیرزمینی در پایتخت تا 15 متر کاهش یافته است. رئیس آبرسانی شهر کابل می‌گوید که ادامه حفر چاه‌های عمیق و کارگیری بیش از اندازه آب‌های زیرزمینی در شهر کابل پایتخت را به‌زودی با کمبود آب روبرو خواهد ساخت. مسئولان آبرسانی شهر کابل می‌گویند که اگر کار در این زمینه انجام نشود، پایتخت با خشکسالی هشداردهنده و تهدیدآمیز روبرو خواهد شد. بر بنیاد آمارهای ریاست آبرسانی کابل، در حال حاضر روزانه بیش از 2 میلیون لیتر آب از منابع آبهای زیرزمینی کابل برای باشندگان پایتخت توزیع می‌گردد. اما این نهاد حفر چاه‌های عمیق را از سوی شهروندان، به ویژه از سوی 70 شرکت و کارخانه و نیز کاربرد بی‌رویه آبهای زیرزمینی را همچون آژیر خطر می‌داند. بلانس منفی در آبهای زیرزمینی داریم، یعنی به این معنی کدام آبی که توسط باران یا برف ریچارج میشه برندگی صورت میگیره و دوباره در زمین ریچارج میشه، از اون اضافه تر ما تا به اصطلاح دوباره زمین کشیده میشه و استفاده میشه. شماری از کسانی که سرگرم ساختن چاهای عمیق هستند میگویند که نسبت به چند سال پیش سطح آب پایین آمده است و آنان زمین را بیشتر میشگافند تا به آب برسند. کارتیناو تپاگی بیادونه داسی یو سلوشل یو دیرس میترو تا او برسیدلی دی او بازک چلی او با 55 میترو گی بمبی تا او بورکی حالی که نفوس زیاد شده، مردم زیاد شده، چای عمیق زیاد کنده شده که او پایین میبره، فامیل سطح او پایین میکنه. در حال حاضر بیشتر خانواده ها، شرکت ها و کارخانه ها به هیچ جواز آبهای زیرزمینی را کار می گیرند. اما شهرداری کابل هیچ نظارتی در این زمینه نداشته است. در مهار یا کنترل از این چاه ها اقدام کردیم، ولی بعض اوقات شما می بینید که یا مردم از اشخاص پرنفوذ است و اشخاصی است که در دولت قدرت دارند و هم کارمندان ما را نمیمانه که به صورت درست جلوگیری کنه از کارهایشان. وزارت انرژی و آب میگوید که بسیاری از شرکت ها به آن که مجوز داشته باشند از آبهای زیرزمینی کار میگیرند. شماری از شرکت ها، نهادها و سازمان ها آبهای زیرزمینی کابل به شکل غیر قانونی استخراج میکنند. از نظر وزارت انرژی آب، آبهای زیرزمینی به عنوان منابع آب استراتژیک و راهبردی دولت افغانستان به شمار می آید و اونا نباید در حالات غیر عادی در حالات روزمره کشیده بشه. آمارهای وزارت دولت در امور رسیدگی به رویدادهای طبیعی نشان می دهد که روزانه بیش از 200 میلیون لیتر آب از منابع زیرزمینی بیرون کشیده می شوند. پژوهشگران هشدار می دهند که اگر کاری در این زمینه انجام نشود، پایتخت به زودی با کمبود شدید آب روبرو خواهد شد. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می گوید که گسترش ناامنی ها در کشور سبب افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران شده است. این کمیته ابراز تأسف می کند از این که در سال روان برای نخستین بار رسانه ها و خبرنگاران در کشور به گونه هدفمند از سوی گروه های حراس افغان آماج قرار گرفتند. به باور این کمیته، حمله های مستقیم بر رسانه ها و خبرنگاران در کشور نشان می دهد که رسانه ها با تهدیدهای جدی روبرو هستند. می گوید 6 ماه نخست سال 2018 میلادی خونین ترین مدت برای خبرنگاران و رسانه های کشور بوده است.
تا کنون 89 مورد خشونت از کشته شدن 11 خبرنگار گرفته تا اهانت و بدرفتاری، لدوکوب، تهدید و بازداشت غیرقانونی ثبت شده است که یک افزایش 22% را نسبت به مدت همانند سال پار نشان می دهد. افزایش خشونت علیه خبرنگاران و رسانه‌ها باعث گسترش خودسانسور میان خبرنگاران و رسانه‌ها در قسمت نشر جنایات گروه‌های تروریستی شده است. این امر خصوصا در ولایاتی که نفوذ و فعالیت گروه‌های تروریستی بیشترند مشهود است. ولایاتی چون هلمند، کندهار، غزنی و ننگرهار از جمله ولایاتی هستند که میزان گسترده خودسانسوری در آن به مشاهده می‌رسد. میگوید نگرانی های نهادهای پشتیبان رسانه ها از رهگذر مسئولیت خبرنگاران به گونه گسترده افزایش یافته است. خبرنگاران به علت اینکه غیر نظامی هستند و از سوی هم مکلف به پوشش رویدادها از این رو آسیب پذیر هستند. میگوید افزایش خشونت در برابر خبرنگاران سبب گسترش خودسانسوری شده است. حادثه 30 اپریل سال 2018 میلادی که در آن 9 تن از خبرنگاران شهید شدن نقطه عطف در امنیت و مسئولیت خبرنگاران محسوب می شود. در 17 سال گذشته هیچگاه گروهی از خبرنگاران به صورت هدفمند مورد حمله قرار نگرفتند، اما در ثور گذشته 9 تن از خبرنگاران به صورت مجموعی مورد هدف حمله تروریستی قرار گرفتند. در این میان شماری از خبرنگاران بلخ نیز از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگران هستند. جدا از این که خبرنگارا از سوی مخالفین مسلح دولت تهدید میشه، از سوی بعض از افراد محلی یا گفتم میتونیم افراد اشخاص دولتی هم تهدید میشه و این خیلی نگران کننده هست. ما امیدوار هستیم یک برنامه روی دست گرفته شود که امی مسئولیت خبرنگاران به طور کلی گرفته شود. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان نیز در گزارش 6 ماهه‌اش گفته که دسترسی نداشتن خبرنگاران به اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست نه تنها فاصله میان خبرنگاران و حکومت را افزایش می‌دهد، بلکه خبرنگاران را ناگزیر می‌سازد تا به منابع غیررسمی مراجعه کنند که این امر می‌تواند زیان بزرگی را متوجه حکومت کند. دیدگاه مسئولان حکومت را در این مورد نتوانستیم به دست آوریم. کمیسیون مستقل انتخابات گفته‌های اخیر گلبدین حکمتیار را درباره شفاف نبودن ارقام ثبت نام شدگان نادرست می‌داند. دبیر این کمیسیون می‌گوید که اگر کسی درباره تقلب‌ها در ثبت نام‌های رای دهندگان ادعایی دارد، باید سند ارائه نماید. در این حال شمار از هواداران احزاب سیاسی تاکید می‌ورزند که اگر حکومت خواسته‌های احزاب سیاسی را نپذیرد، انتخابات را با چالش روبرو خواهند ساخت. کمیسیون مستقل انتخابات در برابر گفته های رهبر حزب اسلامی که گفته است اگر کسی تلاش کند احزاب سیاسی را حذف کند و انتخابات پر از تقلب را برگزار نماید، میگوید تا هنگامی که قانون تغییر نکند این نهاد از بحر سهم دادن به احزاب سیاسی کاری انجام نمیتواند. بدون تغییر قانون هیچ چیز ممکن نیست. اگر یا میتونن که قانون در یک روز تغییر بدن، کمیسیون هم در یک روز آماده است که همین کار را بکنه، ولی ما فکر میکنیم تغییر قانون کار ساده نیست. اما شماری از احزاب سیاسی تاکید می‌ورزند که احزاب سیاسی از پایگاه‌های مردمی برخوردار هستند و اگر حکومت خواست‌هایشان را نپذیرد، انتخابات را با چالش روبرو خواهند ساخت. هرچند احزاب در افغانستان هنوز نیازمند یک مقدار بازبینی و بازنگری هست، یقینا خب افراد و اشخاصی که در رأس این احزاب هستند آدمای درشتی هستند و آدمایی هستند که تاثیرگذارند و نفوذ دارند در بین مردم و هنوز حرفایشان قابل قبول است برای یک عده‌ای از مردم، پس میتونن که به چالش بکشن فرآیند انتخابات را. ما خواهشمند هستیم که رئیس جمهور اتو صحبت ها را در این فضا نکنن و این فضا به این معناست که تمام مردم افغانستان از اینا خفه میشن و همی اعذاب بودن که دستش بالا کردن و امروز میگن که این اعذابه که در 40 سال چی کردن. احزاب سیاسی بر سهم دادن بر این احزاب در انتخابات تاکید می‌ورزند. رهبر حزب اسلامی نیز از متشنج شدن فضا میان احزاب سیاسی و رئیس جمهور سخن زده است. با آنکه روند ثبت نام‌های رای دهندگان در کشور پایان یافته است، اما هنوز هم زورمندان می‌کوشند تا شناسنامه‌های جعلی بسازند، چنانکه طلوع نیوز به تازگی به تصویرهایی دست یافته است که نشان می‌دهند که کارمندان یکی از مراکز توزیع شناسنامه‌ها در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا مشغول مهر زدن بر شناسنامه‌های جعلی هستند. در این حال ناظران انتخاباتی ادامه این روند را
بحران آفرین می دانند. این تصویرها نشان می دهند که این کارمندان در شناسنامه هایی که خالی هستند و تنها یک عکس دارند مهر تایید زدند. یو مکتوب چی دی ولی لفاور کرد شوی و دوی تا چی باید متفرقه او زینی نور نمونه چی دی اصلی استوگنزی کنوم یا دیگی یعنی دی سمکنه و نسال پپتوی باید تزگیری دوی تا ور کرد شی. زده وایم چی مرکزی دولت باید خپلا بدل کدیر جدی اقدامات بکده. در همین حال ناظران انتخاباتی ادامه این روند را در کشور بحران آفرین می دانند. در ثبت نام پروسه ختم شوه او ولی در کشمکشون روند در تذکیرو بسر. نو در نمالومی که چی یو تعداد کاندیدان مخیل مخی نشتیکرون رجم کردی غالی چی داشتیکرون پام دی تذکیرو بندی و لگوی. کمیسیون مستقل انتخابات پکتیا نیز زدن مهر تایید را بر شناسنامه های سفید پرسش برانگیز می داند. در موضوع گمان کم ثبت احوال داره جکی دیتا کنم پلوه کمیسیون کم مسئولیت چه داتی چکر پلگوانی که آقا ندر میزه سوی و مگه داشای در خبر تکنو خبال کمیسیون خانه ردو. از سوی دیگر سخنگوی والی پکتیا تمامی داها را رد می کند. دلتا یا اداره ترسوال لاندې راولي او یا هم د پکتیا چې کوم هغه حقیقي نفوس ته او یا هغه سیاسي ګډون د پکتیاوالو ده هغه تر پوښتنې لاندې راولي. اما ناظران انتخابات این گفته های سخنگوی والی پکتیا را انتقاد می کنند و از نهادهای مسئول می خواهند که درباره این تصویرها بررسی هایشان را آغاز کنند. تظاهر کنندگان در ولایت های فاریاب و سمنگان دروازه های شمار از نهادهای دولتی را بستند. آنان هشدار می دهند که تا انگام پذیرفته نشدن خواسته هایشان به اعتراض هایشان ادامه می دهند. تظاهر کنندگان در ولایت سمنگان دروازه ولایت را بستند و به والی و دیگر کارمندان این ولایت اجازه کار را ندادند. از سوی دیگر در ولایت جوزجان نیز هواداران جنبش ملی پس از بستن درهای چندین ساختمان دولتی در برابر ساختمان این ولایت چادر تحسن برپا کردند. اعتراض ها به بازداشت نظام الدین قیصاری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار از 11 سرطان تا اکنون در فاریاب و شماری از ولایت های شمال و شمال شرق کشور ادامه دارد. معترضان بر پذیرفته شدن خواست هایشان تاکید می ورزند. دولت مرکزی فاسق مثبت نداده، از دفتر اکتیک شروع کردیم، ما دفتر را می بندیم، ولسوالی پشتونکوت بسته کردیم، هم دوایر دولتی را بسته میکنیم. در صورتی که درخواستای ما از طرف حکومت، جامعه جهانی، ملل متحد توجه نکند، رسیدگی نکند، ما راه‌های بدیلی را داریم، راه‌های اقتصادی. در جریان این راهپیمایی‌های اعتراضی، روال عادی زندگی در فاریاب و جوزجان به هم خورده است. با بسته شدن راه بازرگانی بندر آقینه جوزجان، روند انتقال کالاهای بازرگانی مختل شده و بهای مواد نفتی و خوراکی نیز افزایش یافته است. به تازگی معترضان جوزجانی در برابر ساختمان ولایت جوزجان خیمه تحسن برپا کرده. دوست ما بیا ما خوش است. نویه ما زندگی الان میکنم سرزرزر هر دوام داره. تماما کاستی ها ناقیصه هایی که امروز در نظام کنونی وجود داره این برخیسته از مشاوره های ناسالم مشاورین جناب رئیس جمهور است. حالا این معترضان هشدار می‌دهند که اگر حکومت به خواست‌های آنان مبنی بر رهایی به قید و شرط قیصاری و برگشت جنرال دوستم به کشور بی‌پروایی کند، آنها راه‌های بندرهای بازرگانی در شمال و شمال شرق را بسته خواهند کرد و نیز گاز کارخانه کود و برق مزار شریف را قطع می‌کنند. باشندگان شهر لشکرگاه از گسترش حمله های طالبان بر این شهر نگران هستند. آنان میگویند که طالبان پس از پایان آتش بس حمله هایشان را در هلمند افزایش دادند. آنان میگویند که حتی حومه های شهر لشکرگاه نیز از حمله های طالبان بدور نماندند. این روستا مربوط حوزه دهم شهر لشکرگاه است. در اینجا هنوز هم نشانه های نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان بر جا ماندند. خانه های ویران، جاده های تخریب و بازمانده های مرمی ها در اینجا نیز دیده می شوند. نیروهای دولتی در حال انتقال مواد هستند. این روستا پس از 2 سال به تازگی از وجود طالبان پاکسازی شده است. آقا درو روز اوربند که دلتی در سولی خوند وقتی
رااله د خلکو سره کښېناسته، د ولس سره کښېناسته، بازار ته رااله، د لید کمربند د پوستو د خلکو سره کښېناستله. هغوی جنگ بس کوي، هغوی جنگ نه کوي په دې کمربند. اوس په لحاله چې دي نور خلک د نور ولسوالیو خلک را تراویستلي دي، هغه جنگ کوي، هر شپه جنگ کوي، هر وخت چې وغواړي هغه دوی جنگ کوي. هر شپه چې دي زموږ پر همسنګرانو باندې، زموږ پر پوستو باندې حمله کېږي. تېرې دوې درې شپې تاسې شاید کېدای شاید بازار کې مرغونه اورېدلي. باشندگان محل میگویند که در این نبرد دو ساله همه دار و ندارشان را از دست دادند. کچری دغه عملیات پر دغه خیال پاتی موږ تقریبا په سولی کې 50% موږ د انتخاباتو به برخه پاتی ګورې کورې په بولان کې دی بول کورې موږ ته دغه کې ټولې باندې کې سر خلاص موږ د مرکز سره تک نه غواړو موږ ته پښاله شي دلار سره داسې. از سوی دیگر قول اردوی 215 میوند میگوید که نیروهای دولتی میکشند تا از هوا و زمین پناهگاه های طالبان را در این ولایت آماش قرار بدهند. کاملا طول افغان امیتیز و اپن مشت پا ایلمند که او پاوزه جنوب غرب که اپن پالیتون همزمان شروع کرد چه دیر شه پیلی دروه در تاسیس شاید در تلفات و در دشمن در گریش پولوس والی که واس پناهوت که واس. جنرال احمدزی از هلمندیان میخواهد که طالبان را در خانه هایشان پناه ندهند و میگوید که در کار نابودسازی طالبان با نیروهای دولتی همکار باشند. تولید کنندگان روغن سویاین در جنوب شرق چین در پی تنش های بازرگانی میان چین و آمریکا از احتمال نوسان بهای سویاین بازارهای جهانی نگرانند. چین بزرگترین وارد کننده سویابین از ایالات متحده آمریکا است و اکنون وضع تعرفه های گمرکی از سوی چین بر واردات فرآورده های کشاورزی آمریکا کارخانه داران روغن سویابین را در این کشور نگران ساخته است. پس از میان برنامه کوتاه دوباره برمیگردیم. خبرنگاران در ولایت ننگرهار میگویند که تهدیدهای امنیتی در برابر خبرنگاران در این ولایت افزایش یافتند. آنان امروز در گردهمایی میگویند که خبرنگاران در این ولایت از سوی مخالفان مسلح دولت، زورمندان محلی و برخی از مقامهای حکومتی تهدید میشوند. از سوی دیگر نهادهای دفاع از خبرنگاران میگویند که بررسیهای شش ماهه نشان میدهند که ننگرهار خطرناکترین ولایت برای خبرنگاران شده است. نشست خبری خبرنگاران درباره تهدیدها در برابر خودشان. کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت ننگرهار میگوید که ننگرهار خطرناکترین ولایت برای خبرنگاران شمرده می شود. شیرشاه همدرد نماینده این نهاد در حوزه شرق میگوید که در شش ماه اخیر شش رویداد خشونت در برابر خبرنگاران در این نهاد ثبت شده است. ننگرهار که در خبریالانو دپاره امنیتی وضعیت خورا ننګون کده دلته د افغانستان د ټولو ولایتونو په پرتله خای خبریالان د ډیرو امنیتی ننګونو سره مخ وی ځکه چې داعش ډلې په مستقیم ډول خبریالان ګواخي. از سوی دیگر خبرنگاران در حوزه شرق میگویند که در ماه اخیر خبرنگاران با تهدیدهای جدی روبرو هستند. من خبریالان ته پر روحی ناروغي باندې اخته دي. موږ ته چې تر څو پایلې لاسته راغلي دي، دوی رواني ناروغان شوي دي، او دا رواني ناروغي د دې لامل کیږي چې یو ورځ نه یو ورځ دوی له خبریالۍ څخه لاس واخلي او نګرار به بې خبریاله اوسي. خبریالانو ته له بېلابېلو وسلوالو ډلو تهدیدونه متوجه دي، ګواښونه ورته کیږي، په مرګ ګواښل کیږي، او نورې دغه کیسې په ننګرهار کې یا په ټوله کې په ختیځ زون کې د بېلابېلو مافیایي کړیو، زورواکانو او حتی حکومتي چارواکو لخوا هم خبریالان خپل کار ته نه پرېښودل کیږي. مقام های محلی ننګرهار برخی از مشکلات را در برابر خبرنگاران میپذیرند. دوی په مرکزی ادارو هم زموږ غږ دا دی چې خپلو سیمه ییزو خبریالانو ته هغه وسایل چې اړتیا ده او هغه امکانات چې د دوی ژوند ته پکې پاملرنه کیږي زموږ سره یو ځای همکاري وکړي او د دوی ژوند ته پاملرنه وکړي. این اظهارات در حال ابراز می شوند که آمارهای کمیته مسئولیت خبرنگاران در حوزه شرق نشان می دهند که در شش ماه اخیر سه خبرنگار زخمی شدند
دو خبرنگار تهدید و با یک خبرنگار در شهر جلال آباد رفتار نادرست شده است. و در اخیر هم چند گزارش ورزشی داریم. انوش دستگیر که به تازگی به عنوان مربی تیم ملی فوتبال کشور از سوی فدراسیون فوتبال تعیین شد، در تازه ترین اقدام دو بازیکن را از لیگ انگلستان و لیگ هالند به اردوی تیم ملی دعوت کرده است که این دو بازیکن نیز دعوت تیم ملی را پذیرفته است. آمدن نور حسین و عمران حیدر را به تمام هموطنان عزیز خود تبریک میگویم. ما در تلاش ازی هستیم که بهترین بازیکنان خود از سر دنیا به تیم ملی دعوت بکنیم تا از اینا استفاده خوب بتانیم در بازی‌های آینده. ناگفته نمانه که بازی با فلسطین در روز تعیین شده فیفا قرار نگرفته است. به می دلیل ما بازیکنهای خوب ما دور حسن امین، فرشاد نور، زبیر امیری، عباسین علی خیل و همچنان نور حسین تیم خود در این بازی همراهی نخواهد کردند. در همین حال مسئولان فدراسیون فوتبال کشور حضور بازیکنانی که در لیگ‌های معتبر اروپایی توپ می‌زنند را در ترکیب تیم ملی اظهارگزار می‌دانند. انوش دستگیر همیال سفرهای خود چه آغاز کرده به سفرهای کشورهای مختلف اروپایی و خصوص بازیکنانی که در لیگ‌های بالاتر بازی میکنند تا اونها رو بتونه جذب بکنه و وعده کرده که تا چند هفته بعد یا چند روز بعد میتونه که لیست بازیکنان جدیدی که قبول میکنند دعوت تیم ملی را اعلام خواهد کرد. نور حسین و عمران حیدری دو بازیکن است که هر کدام تجربه حضور در لیگ برتر انگلستان و لیگ دست دوم هالند را در کارنامه دارند. قرار است عمران حیدری افغانستان را در بازی مقابل فلسطین همراهی کند و نور حسین در بازی مقابل فلسطین به دلیل اینکه این مسابقات در روزهای تعیین شده فیفا انجام نمی شود حضور نخواهد داشت، اما در بازی های بعدی تیم را همراهی خواهد کرد. محسن رضایی ملی پوش تکواندوی کشور تنها نماینده افغانستان است که در مسابقات اوپن کره جنوبی حضور خواهد داشت. او در وزن منفی 58 کیلوگرم فردا در برابر حریف قزاقستانیش بخت آزمایی خواهد کرد. نهایت زحمت را خواهد کشید و رقابت بسیار خوب خواهد به خرج داد و نمایندگی بسیار خوب از مردم خود خواهد کرد. پیش از آغاز این بازی‌ها رئیس فدراسیون جهانی تکواندو راهپیمایی تحت نام صلح ارزشمندتر از پیروزی است را با ورزشکاران شرکت کننده در این رویداد ورزشی به خاطر برقراری صلح در سراسر جهان انجام دادند. نسبت به هر کشور دیگر است، او کشور ما است، مردم اردنشهید ما است و امیدوار هستم که صلح سراسری در کشورم پایدار شد. در این رویداد ورزشی ورزشکاران بیش از 60 کشور جهان با هم رقابت خواهند کرد. قرار است تیم ملی تکواندو افغانستان تا کمتر از یک ماه دیگر بر رقابت‌های المپیک آسیایی در جاکارتا اندونزیا حضور پیدا کنند. از این فصل کارلو آنجلوتی سرمربی ایتالیایی و سابق رئال مادرید که دوران موفق در برنابو داشت هدایت ناپولی را براده خواهد داشت و او در نظر دارد مقدمات حضور شاگرد سابق خود کریم بنزما را در سان پائولو فراهم کند. باشگاه ناپولی قصد دارد با رقم حدود 45 میلیون یورو برای جذب کریم بنزما اقدام کند، اما هنوز باشگاه رئال مادرید پاسخ روشن به ایتالیایی ها ندادند و ابتدا قصد دارد یک مهاجم جایگزین برای جدایی بنزما استخدام کند و بعد از آن با ناپولی وارد مذاکره شود. رودریگو مهاجم گلزن والنسیا که در فصل گذشته 16 بار برای تیمش در لالیگا موفق به گلزنی شد، اولین گزینه کهکشانی ها برای تقویت خط حمله است و در صورت انتقال او جدایی بنزما از رئال مادرید جدی‌تر خواهد شد. بنزما بهترین روزهای حضور خود در رئال مادرید را زیر نظر کارلو آنجلوتی سپری کرد و این سرمربی ایتالیایی اعتقاد زیاد به استفاده از این مهاجم 30 ساله دارد و بنزما می تواند با انتقال به ناپولی دوباره به روزهای اوج بازگردد. همر هالگرمسون سرمربی 51 ساله تیم ملی آیسلند
بعد از پایان رقابت‌های جام جهانی روسیه از سرمربیگری این تیم استفاده داد. این مربی توانست برای اولین بار آیسلند را به جام جهانی برساند. پیش از این تیم ملی آیسلند با هدایت هالگرمسون نتایج درخشان در یورو 2016 کسب کرده بود و با حذف انگلیس نام خود را بر سر زبان ها انداخت. وی همراه با تیم ملی آیسلند نتایج درخشان در جام جهانی کسب نکرد و تنها نقطه درخشان هالگرمسون کسب تساوی 1-1 مقابل ارجنتین بود. او در سال 2011 به عنوان